خانم فلورن تشکر از اینکه تشریف آوردین، تشکر از وقت شما. کاکس ها و یا هم جرگه های میان حزبی و یا هم انتخاباتی بین احزاب در آیوا چیگونه جرگه های هستند و چرا در روند سیاسی ایالات متحده ارزشمند و یا هم با اهمیت جلوه داده شدن؟ خب کاکس آیوا یا جرگه انتخابی آیوا اولین جایی است که نامزد انتخابات در او مشخص میشه از احزاب، یعنی اولین آزمایش حمایت رای دهندگان است که بعد از یک سال بررسی ها و مباحث روی انتخابات ما میبینیم که رای دهندگان در یک ایالت میرن و تقاضا و نظر خود را روی کاندیدا به ثبت میرسانند. یک لحظه بسیار تاریخی است که کاندیدان میتونن از یکی دیگه سبقت بجوین و یا ای که از این رقابت به کنارگیری کنن و اصل شون. هرچند یادآور هم شدین، اما از منظر تاریخی اگر به کاکس های آیوا بنگریم، آیا فکر میکنین پیشتازی در نظر پرسی ها و یا هم قوی ظاهر شدن کاندیدها در امی کاکس ها و یا هم جلسات میان حزبی آیوا نشانی و یا هم تضمین از پیروزی کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بودن میتونه یا خیر؟ خب از بعد تاریخی اگر شما با کاکس آیوا یا جرگه انتخاباتی آیوا بنگرین، هیچ وقت پیش بینی نمیشه نتیجه از او. بنابراین عقیده خوبی نیست که به نتیجه از این جرگه نگاه کنیم و بگوییم که هر کسی در او برنده شد برنده قصر سفید خواهد شد، در انتخابات خواهد بود. چیزی که مهم است برای جرگه آیوا ایست که به شکل کوتاه مدت اگر کسی امشب در آیوا خوب دستاورد داشته باشه میتونه امیدواری داشته باشه در این رقابت. و همچنین این کاکس در مورد کسان است که در این انتخابات سرمایه گذاری کردن، بنابراین نظریات مردم در اون مطرح میشه و اگر کاندید در اون نتواند دستاورد داشته باشه ممکن رای دهندگان مردم از او دوری بجویند. بنابراین در طول چند ماه آینده معلوم میشه که نتیجه نهایی شکست و یا پیروزی انتخابات کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود. خانم فلورن، آیا یک اشتراک کننده معمولی و یا هم معمول در کاکس های آیوا و یا هم جلسه های میان حزبی آیوا با یک رای دهنده اوسط آمریکایی برابری کرده میتونه و یا هم از اون نمایندگی کرده میتونه و یا هم اگر متمایزتر بگوییم رای دهندگان آیوا در چه موارد از بقیه رای دهندگان در ایالات متحده آمریکا متمایز هستند و یا هم متفاوت هستند؟ فکر میکنم که سوال بسیار خوب است، چرا که آیوا اولین ایالت است که در اون جرگه آغاز میشه و تاثیر بسیار زیاده در نتایج ابتدایی این رقابت ها داره. و اگر شما به موقعیت جغرافیایی آیوا نگاه کنیم، از تمام ایالات متحده نمایندگی نمیکنه، بسیار که منطقه منزوی است، اکثریت باشنده های از او سفید پستان هستند، در او تغییر نژادی وجود نداره از بعد کسانی که زندگی میکنن در اونجا. و موضوع دیگه که پایبندان به مذهب مسیح که اینوانجلست ها هستن در اونجا زیاد هستن، کسانی که مذهبی هستن به نهایت روی جرگه انتخاب باتی آیوا تاثیرگذار هستند که این نمادی از تمام ایالت های امریکا نیست. بنابراین روی همین دلایل است که ابتدا آیوا برای مبارزات انتخابات میشه و این بنابراین یک آزمایش است از تقاضای رای دهندگان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نوعیت نفوس ایالت. آیا کاکس ها و یا جرگه های میان حزبی اردو حزب یعنی جمهوری خان و دموکرات ها با معذرت با یک شیوه برگزار میشن و یا همین تفاوت های داره؟ بله، تفاوت های وجود دارد در مقایسه میان جرگه های جمهوری خواهان و دموکرات ها. کاکس آیوا یک گادرینگ و یا نشست مردم است که در ایالت آغاز میشه و هر دو حزب به طور متفاوت عمل میکنند.
برخی از اونا تعدادی از مردم را دارن که در اماکن عام مثل مکاتب و کتابخانه ها جمع میشن و شما نمایندگان حزب دارین که در بین مردم صحبت میکنن، ولی در بخش دموکرات ها تقسیم میشن به گروه های مختلف و با اونا صحبت به این شکل صورت میگیره که اگر شما رای میدین به کلینتون برین به او گوشه اتاق استاچین، اگر به سندرز رای میدین برین به گوشه دیگه استاچین و بسیار صحبت و بس در اونجا جریان داره و در بین از اینا فرصت پیدا میشه که هر گروه بیایه به نزد گروه دیگه و کوشش کنه که حمایت از او را برای کاندید مورد علاقه خود جذب کنه. ولی در بخش جمهوری‌خواه بسیار ساده است، نمایندگان کاندیدان خطابه میتن و بعد رای های محرمانه داده میشه روی حمایت از هر کاندید. بنابراین سیستم از اون ساده تر است. تشکر خانم فلورن از وقت شما. روز خوش.